خب بینندگان گرامی، با احترام خدمت شما، سخنان خانم نذیره کریمی را شنیدن که همونطور که خدمت شما عرض کردم، من اجازه شما باشه یک زنگ برشان میزنم. خدا کنه که گوشک بگیرن، اجازه بتن ببخشن. پیشتر همراهشان صحبت کردم. خانم نذیره کریمی، خلیل راغب هستم از تلویزیون آریانا افغانستان و برنامه رنگارنگ. خدمت شما سلام میرسانم. سلام آقای راغب عزیز. اتفاقا من برنامه تا نمیدیدم، تلفون بدستم بود و تازه از واشنگتن طرف خانه میرفتم. زنده باشم. راغبی که بیکار میشم، برنامه قشنگ شما رو میبینم. با خدا باور کنین که همیت ریلکس شدم، آرام شدم مخصوصا. خب اول اجازه بتین یک سلام با بیننده هست مطمئن. با کمال میل از واشنگتن خدمت تمام بیننده های شما و وطندارا در هر کنج دنیا که مرا میبینن و میشنون سلام. و برنامه تانه شنیدم. اتفاقا یک تصویت شد در مترو یا ترن بودم و مخصوصا همی خواندن را که خود شما خواندید، شارسول جان خان، آقای وحید زلال خان، باور بکنم که اگه آرامش خاص چون درد داری ممی ما گفته وحید جان جوانه که حال ورد زبان شده، اول من صمیم قلب شما تبدیل میگم زحماتتان و بیشتر خودتان هم گله کردیم که یکی از عزیزا گفته که اگه ایقا وطن پرست بستی بیا داخل افغانستان، اما شما خدمات را انجام میتین با توجه به ای که گفتین کوچکشی دارم. یعنی باور کنید که کس اگه کوچکشی داشته باشه دیگه مانده و زله. اما ولی امروز هم باور کنید خالی نه و که انترنت هم نیست اینا کارای شما واقعا قابل قدر است. خلیل جان و یک بیت هم میگم برام عزیزه که ما شما را میگه بیاین داخل وطن. بله. میگه بی وطن نیست، بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است. ما شما اگر بی وطن هم هستیم همیشه در فکر وطن هستیم. همه کنین آن مده خدمت هستیم. خواهش میکنم. من سپاسگزاری مجدد دارم از اینکه مهمان برنامه زیبای شما بودم. البته در برنامه گذشته یادآوری کردم و تشکر کردم که زیاد دوستا و هر کسی که برنامه را دیده بسیار خوششان آمد و بخصوص صحبت‌های شما، اشعار زیبای شما و ادیتینگ دوست عزیز گرامی ما که ادیتورتان چقدر مقبول و زیبا ادیت کردن برنامه را سپاسگزار هستم. در هفته پیش من کلیپ شما را پخش کردم نذیره جان که شما در وایت هاوس رفتید، مثل که ایستر بود امروز، اما تخم مرغ که گپا هستم در روز بود، روز ایستر بود و شما در مقاد داخل شدین چون عملات بسیار شدید پاکستان به افغانستان شده بود. شما گفتید که افغانستان فراموش نکنید. اینا آمد همراه شما صحبت کنه و گفتم پاکستان اجازه نداره، ولی یک خرگوش آمد هم تاستایی کنه آقای بایدن را برد. ما سوال به دلیل است که شما چی فکر میکنید که خرگوش کنه بود؟ چی بود؟ چی قصه بود؟ برای اینکه سر و صدا بسیار زیاد کرد. غم خرگوش خانه خراب آمد و خانه خراب کرد. باور کنین که من امروز از ساعت 2 نصف شب، ما صبح میگیم در افغانستان نیم شب، من رفتم به کاخ سفید، کل روز باران بود. اتفاقا از سالی بعد من مریض شدم که کال به حال نمیایم. روز ایستر یا عید پاکشان است از مسیحیان. بله رفتم و اتفاقا گفتن نه سوال جواب است نه مسائل سیاسی است، چون مسائل ملی و مذهبی را کل ما شما یک احترام خاص بهش داریم. واقعا اما من دیگه پروتکل نقش کردم. امروز ما جای مشخص داشتیم و فقط گفتن خبرنگارا از دور یک تصویر بگیرد، چون سوال جواب یا پرسش پاسخ هم نیست. اتفاقا ما به خبرنگارای کاخ سفید که خیر ببینن عالمه را به حیث خبرنگار رسمی خواد پذیرفته، ما هم در جمع خبرنگارای معتبر گفتیم نیم دفعه از زن خوب یا دختر خوب میشیم دیگه، افتخار صدا و چی داد و بیداد برای اصب عادت گفتیم نمی کنیم. روز ملی مذهبی شان است. خلیل جان میگن ترک عادت موجب مرض. همونجا ایستاد شدم در مجا یک جای بلند برای جورنالیست ها آماده ساخته بودن مقابل آقای بایدن. یک زمان دیدم که بایدن در جمع مردم میره و ما همی خبرنگاری ها میادم رفت، جورنالیستی ها میادم رفت، جورنالیستی و خبرنگاری و تمام چیز پایین شدم. از در مجای معین بین جورنالیست ها هیچ نفهمیدیم خلیل جان که چطور خودم به بایدن رساندم. و در بین هم یک تعداده که مهمانای وی آی پی و خاص بود که داخل وایت هاوس آمده بودن، اکثرا هم اولادا بود.
همونجا ناخداغا دیگه عملات هوایی پاکستان هم دو شب پیشش اتفاق افتاده بود، ای از وارکوشی و شیعکوشی که شما چی مقبول بیشتر تبصره کردید، ای هم اتفاق افتاده بود و میشنیدم هم که اینا ما را رفیق نیمرا شدن رها کردن، همیت خونم و جوش آمد و بسیار هم بود تضرع و هم قهر و از صدای من اگر شما ببینید دکتر شما برتنوان میکنم بسیار عصبی و جگرخون و اینا بودم. از پیشش پرسان کردم که آقای بایدن در پاکستان عملات بی‌شرمانه را انجام دادن، مزدگیری شما در مورد حکومت نو یا دولت نو شهباز شریف چیز که در حال چیز جان گرفتن است، تا میره بگویم بایدن بیچاره شروع کرد به جواب دادن که نه باید پاکستان عمله نکنه، مردم افغانستان آزاد باید باشه. این دیگه ما می تپریکاردن خودم روشن کردم آقای راقب عزیز که دفتن همون خرگوش و خب اینا کسان ایستن که نپاق خرگوش و مرغ و چون در این روز ایستر برای اطفال معمولا کارتونا رو درست میکنن، اما اینا چی کار زده بودن که در نقاب خرگوش یک مامور عالی رتبه کاخ سفید از دفتر رسانه ها بودن. من هم اول متوجه نشدم، یک زمان دیدم که آقای بایدن رفت دیگه، چون من تحت تاثیر قرار گرفته بودم، مجردی که او رفت آجل یک کس از همی قولم کش کرد از دفتر رسانه های کاخ سفید، گفت نزیره تو اینجا چی میکنی؟ بسیار با قهر و غضب من گفتم ساری من نمیفهمم، به تعقیبش یکی دیگه ایش آمد. خب من گپ خدا زدم هیچ نفهمیدم که خرگوز چی گلم باو داد، چرا سوال من نیم کلمان باز گفتم آن خواهد اقل یک چیز خود گفت افغانستان یک بار دیگه به توجه رساند. در اینجا خوشحال بودم، چند دقیقه از بالا تلفن آمد از دفتر رئیس جمهور، از دفتر خانم ساکی سخنگویشان، گفت که سوال چی بود؟ من گفتم عجیبه، گفت یک دفعه بیا بالا، خوب مسائل کاری رمز کاری پیش خودم باشه خلیل جان، رفتم یک زرگک جنجال برانگیز شده کل روز من دمو باران و در وایت هاوس دیر شد. یک وقت خانه میایم که امی منیجر مرا که شما یاد کردین تشکر کردین از کارش، این تلفن کرد والا گفت طوفان کردی یک انقلاب برپا کردی که تمام رسانه های دنیا کلیپ خرگوش رسانه ای ساختن. گفتم خرگوش؟ گفت کدام خرگوش؟ آمد و رئیس جمهور برد رسانه ها نوشته کردن که آل من بعد آقای بایدن خرگوش کنترل میکنه. خب البته این چند بود داشت، یکی که کمک ضعیف شده، یکی که از افغانستان جواب ندارن که چی جواب بده بر مردم افغانستان. و شما اگه بیاد داشته باشین خلیل جان، چند پیش هم آقای بایدن گفت که اگر آخر هفته سوالای خوش از من مطرح کنین، نه سوالای جگرخون کنن داده بود افغانستان. اینی مسائل است که کار کارشناسا نفهمید خرگوش چرا رئیس جمهور کنترل کرد. خانه آمدم وقتی که رسانه ها رو دیدم، میدیای جهانی رو دیدم، خلیل جان تا هم بس که دیروز بود 7 میلیون بیننده هم بایی و کلپ مره دیده، از فاکس نیوز، از تمام تلویزیون ها تلفون همه تو سوالی چی بود بالاخره. حتی آقای ترامپ دیروز تصریح یک رئیس جمهور را که خرگوش کنترل کنه، اما مشخص نمار که سوال شما خرگوش مامور عالی رتبه کاخ سفید بود که نفعه به دبیر خود مانده بود، اما برای اطفال یک وسیله تفریحی و به اصطلاح سات اطفال ترمیتک به حساب همون رسم ملی و مذهبیش چند و هم کنترل بسیار شدید. و شما اگه می کلپ ببینین آقای راقب عزیز فقط خرگوش درسته می آیه و بله دیگه کلپ هم هفته پیش پخش کردم، بله جمهور متوجه نمیشه دست خود در کمرش مندازه و می بره. بله بله دیگه خرگوش امروز روز خبر ساز شد، خرگوش یک مامور عالی رتبه کاخ سفید بود و هر روز ما رو می بینم سلام هم می کنم پرسانم، اما متاسفانه امو صاحب دیگه واقعا که مخیال خرگوش با موی صاحب بله. اما به هر حال من سوال خودم مطرح کردم و یک بار دیگه خوشحال هستم، حتی تلویزیون روسیه بسیار تفسیری خوب کرد، اسم من گرفت که نظیر کریمی خبر نگار افغان در مورد افغانستان سوال کرد، آقای بایدن جواب نداد، خرگوش بود شیرت، بعضی ها فکایی جور کردن، بعضی ها فرق و ایزدی گرفتن، کنایه بسیار بود و به قول بعضی از کارشناس ها یک ضربه بود که و رئیس جمهور یا به این دولت فعلی امریکا وارد شد. خوب در مورد آقای بایدن هم حرف عزیز زیاد است، اما بسیار تشکر، خوب البته یک فن یا خاطری رو جور کردن، اما بسیار گپ کلان بود، یک تیر چند فاخته افغانستان به توجه دنیا رساندم که تمام چشما و تمام کمره ها همون ساعت متوجه کاخ سفید بود، متوجه صحبت های رئیس جمهور بود. و گفت مهم دیگه که از شما تشکر خلیل جان گل که همیشه من گل ها رو باب میتونم به خاطر وطنم پروتکول میشکنم،
چیخ میزنم، داد میزنم، گریه میکنم، عذر میکنم، تضرع میکنم. اما بعضی از دوستا با اندک اشتباه من یا چند پیش اگه اتفاق افتاد، یکی از هنرمندا که خدا رو روانشان شاد داشته باشه، مختار مجید پوپل که دور از حال همیشه تماس داشتیم، دوست خوب ما بود، به من دین انداخته بود که نظیره دین بگردنه که من در سرطان مثلا با دست و پنجه با مرض خانمانسوز سرطان دست و پنجه نرم میکنم، من گفت هست و یک قسم میکردیم، خندام میکردیم. او چی دین بر من انداخته بود که در مرگ مشار من رو بخوان مذاق میگه او مصاحبه شما اقلا اگر اینا یک مباد بخیر تکمیل شد اولین کس شما خواهد بودین خلیل جان بوده نشد کنین که باز بیننده قضاوت کند که در مروز خاک سپاری از او اگر من یک شعری از او رو خواندم یا با پسرش یک مذاق کردم خوب یادی از او بود تو نمیده ایک یاد ندارم هر کسی باید یک اثرش یاد شد و فکر کنین که اگر امو اشتباه بوده باشه که انسان بالاخره جایز الخطا است. بسیار ملت ما ناجوان مردانه به اصطلاح صدا بلند کردن و مرا تخریب کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، دو زدن. اما من متاسف هستم که چرا ملت ما مثلا کارکردهای مثبت مرا نمیبینه. واقعا خلیل جان تا کاخ سفید رفتن اول آسان نیست، دوم هر قدمی از او با دستگاه استخباراتی و امنیتی چند چشمه دیده میشه. من خودم میفهمم و جانم که به جان تنهای گای ترایپات هم میبینم میگیرم گای کمده خدا، یعنی یک نفر استم کار چار پای نفر انجام میدم. آفرین صدا بلند میکنم. هموطنهای مال کجاست؟ صفحات مجازی را اگه میبینم، تلویزیون ها را میبینم، بس سای چند نفر که از جمله که شما سین که حداقل بگوی آفرین نظیره یک بار دیگه افغانستانی که به باد فراموشی سپرده شد، مخصوصا بعد از اتفاق اوکراین رختی و در منظر هم نام افغانستان گرفتی خانه تا بود. ملت ما فقط زنده باشه یک نقطه منفی را پیدا کنه. خلیل جان چی عجب شد که بر من تلفن کردی؟ بگه ناله را هرچند میخواهم پنهانی کنم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. همینجا جایش بود کمی گله دوستانه را بهترین کار کرده، بهترین کار کرده. میگه من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. وقتی که وطندارم به این ترتیب مرا توهین کنند، نه انشاءالله که توهین نیست. به سطح تلویزیون بسیار با بلاغت، بسیار با زبان رسا، اما امروز کجا هستن که بگوی نظیره آفرینت که مسئله خرگوش جهانی شد، حتی آقای ترامپ دیروز یاد کرد نام مرا گرفت و شما همه قناه کردیم که یک تشکر کنین. همین یک کار خلاف که شد که کمک به زوکشان برابر نبود، خدا اینا را میتک تیک تاکر ها و تیک تاک های خود برتن و یوتیوبر ها و یوتیوب خود دو دو ساده برن چقدر اوقت جفاقت و ستم هدی و جان را بزایی داره. مهرمانی کردن یک جان تشکر نجیده جان اگرم خواهش میکنم، خواهش میکنم، سپاسگزار شما هستم. قربان شما، یک جان تشکر از اینکه وقت را به ما دادین. روز بسیار خوش براتون میخوام. ممنون شما هستم. و یک مسئله دیگه که ما شما وجه مشترک داریم، من اشعار را که شما در قالب آنلاین بسیار قشنگ که یک شما پیشتر شنیدم بسیار عالی بود، بسیار قشنگ و به شرایط موجوده خیلی وصف میکنه. اونمو اشعار را که شما میخوانین میسراین، ما اون نمونه رو به خانش میگیرم خلیل جان، شعرهای وطنی میهنی جزل میخونم و دل میشنم و دوست هست خاطر اینی وجه مشترک ما شما همه ترست به شما اراده دارم مصاحبه کنم. بسیار مردم کنید، بسیار نکاتش فوق العاده بود. تشکر میکنم. مخصوصا که همون گفته های ناگفته و به استلام و عباد مثبت زندگی شما را، هنرهای دیگه شما را که ما نمیفهمیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم نظیره جان، من زیادتر از این واضح شما چه که یک شخص پروفشنال هستین، زیادتر از این زیره ورق میدم. تشکر میکنم، بسیار ممنون شما هستم جان، سپاس. عزیز جان دیگه توصیف نکنه که ما با زیره ورق میشم. قربانتان، روز خوش براتان بخیر. خدا نگهدار، تشکر میکنم از نظیره جان گرامی. نظیره جان واقعا در کارتان مستعد هستین، در کارتان وارد هستین، یک شخصیت ملی هستین، وطنتان را دوست دارین. باز مواقع باز کسا باز چیزا میگم متاسفانه، ما همونطور که بارها گفتیم فرهنگ ما بسیار پایین آمده، ما باید یک مسئله را بسیار دقیق باید چیز کنیم. من اگر تلفن نمیگیرم برای اینکه برنامه بسیار فشرده است، اگر در آخر وقت ما تلفن شما را میگیرم با تشکر مجدد از خانم نظیره کریمی که وقت خود را به ما داده.